از هفته گذشته و پس از برگزاری مراسم عید قربان، نجف اشرف حال و هوای خاص به خود گرفته و این شهر رفته رفته شاهد افزایش جمعیت زائران و عاشقان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از سایر کشورها و کشور عراق شده است. همه به عشق مولای متقیان و آغاز ولایتش از راه رسیده و به نجف آمدند. همکارم در گزارش خود از حال هوای نجف اشرف به مناسبت عید سعید قدیر خم گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. روز سه‌شنبه برای نخستین بار عراق شاهد تعطیلی رسمی در سراسر این کشور به مناسبت عید سعید قدیر خم میباشد. 25 جوان مصادف با 18 ذی‌حجه در تمامی استانهای عراق به مناسبت عید قدیر تعطیل رسمی خواهد بود که اخیراً در پارلمان این کشور تصویب شده است. امروز نجف اشرف از همان ابتدای روز حال هوای دیگری دارد و اگرچه گرمای تابستان شدت گرفته، ولی زائران و عاشقان مولا از گرداگرد این کره خاکی به عشق او آمدند و هرچه که این روزها در نجف می‌بینیم شادی و سرور است که در کوچه و خیابان موج می‌زند. از همان ابتدای روز محوطه حرم مطهر امیرالمؤمنین مملو و زائران بود و تراکم جمعیت و شور و هیجان شدت می‌گیرد و نه تنها محوطه آستان مطهر بلکه خیابان‌های اطراف همگی پذیرای خیل عظیم عاشقان امیرالمؤمنین شده است. در ایام عید قدیر خم، شهر نجف اشرف میزبان صدها هزار زائر از داخل و خارج از عراق است و این شهر به پایتخت بین المللی جهان تشیع تبدیل شده و دلهای میلیون ها مشتاق امیر مؤمنان متوجه حرم با عظمت آن حضرت گردیده است. از شب گذشته هرچه میبینیم و میشنویم نوای شادی در نجف اشرف است. نجف از دیشب تا خود سحر یک پارچه شور و نشاط به عشق ولایت علی علیه السلام بود و نوای من کنت مولا فهذا علی مولا در همه جا تنین انداز بود. به مناسبت این عید بزرگ، تولیت آستان مقدس حرم امیرالمؤمنین با برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی با مقیاس بین المللی عید بزرگ قدیر را گرامی داشته و فضای کشور عراق و جوامع اسلامی پیرو اهل بیت علیهم السلام به طور کامل تحت تأثیر فضای معنوی عید قدیر با محوریت نجف اشرف قرار گرفته است. خادمان حرم علوی با نصب پارچه و کتیبه های مزین به نام و القاب امیرالمؤمنین علیه السلام شبستان و صحن‌های این مکان مقدس را تزیین کردند. همچنین پرچم علی مع الحق و الحق مع علی در ایوان نجف نصب شد. گنبد و گلدسته های حرم مطهر حضرت علی علیه السلام نیز در آستانه جشن قدیر به همت خادمان این آستان غبار روبی و شستشو شده و خیابان های اطراف حرم نیز تزیین گردیده است. خادمان حرم امیرالمؤمنین پس از آماده کردن ایوان نجف این مکان مقدس را با هزاران شاخه گل طبیعی تزیین کردند. پس از آن هم متولیان این آستان پرچم من کنت مولا فهذا علی مولا را طی مراسمی بر فراز ایوان نجف نصب کردند. همچنین مراسم جشن دهی ولایت در ایوان نجف با حضور خادمان حرم علوی برگزار و جمعی از خادمان حرم مولا با نوای لبیک یا علی این ایام را تبریک گفتند. علاوه بر آن خادمان حرم امیرالمؤمنین علیه السلام شاخه گل‌های طبیعی را پس از پایان مراسم بین زائران توزیع کردند. برپایی موکب‌های پذیرایی از زائران نیز از اقداماتی است که هر سال در جشن عید قدیر در اطراف حرم علوی صورت می‌گیرد. حرم امیرالمؤمنین علیه السلام هر ساله در دهه بزرگداشت عید الله الاکبر عید قدیر هم از 10 تا 19 ذی‌حجه میزبان میلیون ها زائر از کشورهای مختلف است
که بسیاری از آنها برنامه‌ریزی کرده تا در جشن غدیر شرکت کنند.